بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وجوب زیارت امام حسین علیه السلام صحبت کردیم و عرض شد که اون چی که از روایات به دست میاد زیارت امام حسین علیه السلام مانند سایر واجبات یک واجب حتمی است بر کسانی که به امامت اون حضرت اعتقاد دارند و در ترک زیارت امام حسین علیه السلام عقوبت وجود داره و ترک زیارت امام حسین علیه السلام قطع صله رحم هست با آل پیغمبر و این سبب میشه که در عمر نقصان ایجاد بشه، سوای از اینکه عقوبت های آتش رو داره و غیره، از برکت در عمر و از برکت در رزق کم میکنه و برعکس اون رزق و عمر رو زیاد میکنه. اما این روزها مشاهده میشه هرچی ما به روز اربعین نزدیکتر میشیم با مشاهده این خیلی عظیم جمعیت که همه اون رو میبینن و گرچه چشم پوشی میکنن خیلی از اون و به عمدن پخش نمیکنن این سیل عظیم جمعیت رو، اما کم و بیش دنیا داره این حرکت عظیم رو میبیند. هرچه به این زیارت نزدیکتر میشیم افرادی که اینا متمایل نیستن این حرکت ها انجام بشه، متمایل نیستن این نهضت عظیم امام حسین علیه السلام دیده بشه، برای شک و دلهوره و اضطراب افکندن در قلب مردم میان یه سری صحبت هایی میکنن و میگن آقا امنیت نیست، قتل هست، کشتار هست، ترس از این مردم رو وادار بکند که اینا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرن و این ترس رو در قلب اینها القا بکنن، شاخ و برگ بش بدن، مرتب گروه های مختلفی رو نشون بدن که اینا رجزخوانی میکنن برای زوار ابا عبدالله الحسین. اما آیا واقعا اینجا سوال مطرحه که ترس اینجوری آیا دلیلی موجهی هست برای ترک زیارت امام حسین علیه السلام بعد از اینکه زیارت امام حسین علیه السلام واجب هست و علامت ایمانه و ترک اون سبب نقصان در عمر و عقوبت هست؟ آیا ما میتونیم ترس رو بهانه قرار بدیم و بگیم ما به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نمیریم؟ این جوابش رو ما در روایات اهل بیت جستجو میکنیم، چون روایات اهل بیت حقایق رو به ما نشون میده. امام صادق علیه السلام به معاویه ابن وهب فرمودن لا تدع زیارت الحسین علیه السلام لخوف، زیارت امام حسین علیه السلام رو به خاطر ترس ترک نکن، فان من ترکه را من الحسره ما يتمنى ان قبره كان عنده. کسی که زیارت امام حسین رو ترک بکنه روز قیامت چنان حسرتی میخوره، چون یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسره هست، وقتی اینها میرن میبینن الله اکبر چه ثوابی داشته زیارت قبر امام حسین، اینا وحشتشون میگیره، حسرت میخورن، گاهی از شدت حسرت دستهاشون رو میگزن و با دندان دستهای خودشون رو فشار میدن از شدت حسرت و ناراحتی. چرا؟ به خاطر ترک زیارت امام حسین. آرزو میکرد کاش قبر امام حسین نزد من بود که من مرتب به زیارت قبر امام حسین علیه السلام میرفتم. پس به خاطر ترس این توفیق رو از خودت دور نکن. بعد حضرت فرمودن اما تحب ان یرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمه والائمه عليهم السلام. آیا تو دوست نداری از زمره کسانی باشی که خودت و خانواده ات رو خداوند از زمره کسانی باشی که خودت و خانواده ات مستوجب دعای پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن علیه السلام و ائمه علیه السلام باشن؟ آیا دوست نداری که این حالت برای تو پیش بیاد، اینا در حق دعا کنن، آبرومندان در خانه خدا؟ اما تحب ان تكون ممن ينقلب بالمغفره لما مضى ويغفر لك ذنوب 70 سنه. آیا دوست نداری از جمله کسانی باشی که وقتی برمیگردی
از کسانی باشه که گناهان گذشته او آمرزیده باشه، گناه 70 سال او رو خدا بخشیده باشه. اما تحب ان تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب یتبع به؟ آیا دوست نداری که از دنیا وقتی خارج میشی، اون وقتی که عجلت میاد، هیچ گناهی که به خاطر اون بازخواست بشی بر تو نباشد؟ اما تحب ان تكون غدا ممن يصافحه رسول الله صلی الله علیه و آله؟ آیا دوست نداری در آینده در روز قیامت از کسانی باشی که با پیامبر مصافحه میکنی؟ حالا این میره روز قیامت ترک کرده زیارت امام حسین رو به خاطر ترس، روز قیامت میره میبینه اینان زوار امام حسین دارن با پیغمبر مصافحه میکنن، میره روز قیامت میبینه اینا هیچ گناهی ندارن، ترس ندارن، دلخوره ندارن، گناهاشون بخشیده شده، اینا پیغمبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم السلام در حقشون دعا کردن، اینا حسرت میخورن، حسرت میخورن. در روایت دیگر ابن بوکیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا جان، من رسیدم به شهری که به سمت کربلا راهی بود، اشتیاق امام حسین علیه السلام در من زیاد شد، با ترس رفتم به زیارت، برگشتم میترسیدم از کی، از سلطان، از جاسوس ها، از کسانی که مراقب من باشن، سعایت من رو بکنن. قصه رو برای امام صادق علیه السلام بعدن عرض کردم، حضرت جمله ای فرمودن اما تحب ان یراک الله فینا خائفا؟ آیا دوست نداری که خدا تو رو در باره ما ترسان ببینه؟ یعنی در حالی که ترسی داری که این ترس به خاطر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست. بعد فرمودن اما تعلم انه من خاف لخوفنا اظله الله فی ظل عرشه؟ کسی که به خاطر اهل بیت بترسد از امری و پافشاری کنه و اون امر را انجام بدهد، خدا او را در سایه عرش جای میدهد. و کان محدثه الحسین علیه السلام تحت العرش، امام حسین علیه السلام با او گفتگو میکنه، با او صحبت میکند. و آمنه الله من افزاع یوم القیامه، و از ترس های روز قیامت خدا او رو ایمن میکند. یفزع الناس ولا یفزع، مردم میترسن و او نمیترسد. و اگر یه وقت از حول قیامت ترسید، قررته الملائکه و سکنت قلبه، ملائکه میان به او بشارت میدن، قلبش رو آرام میکنن. چی بشارت میدن؟ در روایت میفرماد این گونه میگن: لا تخف ولا تحزن، نترس، محزون نباش، هذا يومك الذي فيه فوزك، امروز روز پیروزی تو، امروز روزی که نجات تو در این روزه. خب این حسرت داره برای کسی که زیارت امام حسین علیه السلام رو برای ترس ترک کرده، حسرت داره برای اون. ما دیدیم، یعنی تاریخ حکایت میکند، تمام جبارین روزگار، ظالم های روزگار به قتل زوار امام حسین رو آوردن، به کشتار زوار امام حسین رو آوردن. نه تنها به کشتار زوار امام حسین، قبر مطهر سید الشهدا رو مرتب خراب کردن، ویران کردن. یهودی هایی رو گماشتن بر اینکه اینها زوار امام حسین رو بکشن و رحم نکنن، اما اهل بیت فهمودن برید به زیارت امام حسین، دست قطع میکنن، تشویق کردن به زیارت ابا عبدالله. بانوی آمد برای زیارت امام حسین علیه السلام، قانون این بود که دست راست او را قطع کنن، دست چپ خودش رو آورد جلو، گفتن قانون اینه که دست راست شما را قطع کنیم. گفت دست راست خودم رو در سفر سال گذشته قطع کردم، شما قطع کردید. آیا اینها حجت رو بر ما تمام نمی کنه که ما به خاطر ترس از یک مشت افرادهای ناپاک و حثاله هایی که اینها اهل آتش جهنم هستن، ما خودمون رو از زیارت قبر امام حسین علیه السلام محروم کنیم؟ و اگر هم کسی در این راه شهید بشه، او جزء فائزینه، او جزء کسانی است که بالاترین مقام ها را پیش خدا داره. آیا سخنگو و همسخن شدن با امام حسین در سایه عرش الهی کم مرتبه ایه؟ بله، کسی که زیارت امام حسین رو ترک کند، او از کسانی است که حسرت خواهد خورد. و این حسرت چگونه جبران میشه؟ بارها و بارها به خدا بگه خدای من برگردون به دنیا تا من برم جزء زوار قبر امام حسین بشم. آیا جبران میشه؟ نمیشه، نمیتونه دیگه برگرده به دنیا، دیگه دستش بسته است. پس الان که میتواند به زیارت قبر مطهر سید الشهدا بره و ترک نکنه به خاطر نداری، به خاطر فقر، به خاطر ترس از فقر، به خاطر ترس از دشمنهایی که نقشه برای او کشیده اند تا او را نابود کنن. نه، امام حسین علیه السلام تمام اینها را به جان خرید و در کربلا شهید شد تا من و شما به فوز اعظم دست پیدا بکنیم. ما باید حقش را ادا کنیم و به زیارت قبر مطهرش بریم.
خداوند ان شاء الله تمام زوار امام حسین را از شر وهابیت و سلفیت خبیث حفظ بکند و به حق امام حسین علیه السلام ما را در لیست زوار امام حسین ثبت و ضبط بگرداند و ثواب این زیارت را برای فرج منتقم آل پیغمبر امام زمان صلوات الله علیه قرار بدهد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والناصر.